در یکی دیگر از انقلابهایی که من بودم در جریاناتش، در یکی از کشورهای اسلامی شد، شروع کردن به اعدام، اعدام شخصیاتی که قبل بودن. یادم مرحوم اخوی رضوان الله علیه پیغام فرستادن، یادم هم هست با کی فرستادن پیغام رو، خصوصیتش تو ذهنمه. پیغام فرستادن بر اون که رأس انقلاب بود، انقلاب شما به اسم اسلامه، از پیغمبر خدا یاد بگیرید، استنان به سنت رسول الله بکنید، یه نفر اعدام نکنید. پیغمبر خدا بعد از 20 سال شکنجهی که از مشرکین خودشون و مؤمنین دیدن و کشته هایی که دادن، در ده ها جنگ تحمیلی که مشرکین و یهود و نصارا و جدا جدا و احزاب همه با هم ضد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قیام کردن، بعد 20 سال پیغمبر خدا وارد مکه مکرمه شدن، عفو عام دادن، خون رو با خون نباید شست، بدتر میشه، دشمن سوء استفاده میکنه. مرحوم آخر خبر فرستادن که کار پیغمبر خدا رو بکنید. در مکه مکرمه فرمودن اذهبوا فانتم الطلقاء، آزاد، هر کی کشته، هر کی مصادره کرده، هر کی زخمی کرده، هر کی کتک زده، هر کی هر چی کرده، تموم، از امروز صفحه نو، صفحه سفید باز کنید. خب این بر خیلی از مؤمنین که بلا سرشون اومده بود، پدرش کشته شده بود، برادرش کشته شده بود، خونش مصادره شده بود، یکی از کسا خود پیغمبر خدا بودن، خونه ملکی آبا و اجدادی داشتن توی مکه مکرمه، مصادره کردن خونه پیغمبر خدا رو، پیغمبرم بر نگشتن سر خونه شون، نه یه دونه بیانه، 100 تا بیانه پیغمبر خدا اون روز داشتن. بعضی مؤمنین هم براشون سخت گذشت، حتی یکی ازشون سوار شد تو خیابونای مکه، مشغول شد داد زدن الیوم یوم الملحمه، 20 سال ما رو کشتید، امروز هم ما میکشیم شما رو، اونقدر میکشیم که گوشت رو گوشت بیفته. پیغمبر خدا امر کردن امیر المؤمنین را، شما برو فریاد بزن الیوم یوم المرحمه. چه عقلی بود پیغمبر خدا سیاست الاخلاق درست کردن، یعنی سیاست را سوار اخلاق کردن، نه سیاست الحکم، بخواد حکومت کنه همین به هر قیمتی شده، نه. مرحوم اخی به خبر فرستن این کارو بکنید، این کارو بکنید تموم میشه. همه اونایی که در رژیم سابق بودن، حالا چه وزیر بوده، چه کارمند بوده، چه سفور بوده، هر کی در هر مرحله، اینا همشون مرید اون رژیم نبودن، زندگیش توش از اینجا رد میشد، حالا عوض شد با شما، یا زندگیش میخواد اداره کنه، اما فایده نکنه. و تا به امروز تو اون کشور خونریزی استمرار داره، همه خونریزی ها با جنگ و غیر جنگ با حساب، خدا میدونه چند میلیون میشه.